مجلس نمایندگان ایتالیا پس از دو روز بررسی تدابیر جدید سختگیرانه اقتصادی دولت ماریو مونتی نخست وزیر این کشور آن را با اکثریت آرا تصویب کرد. همزمان با تصویب این بسته ریاضتی 30 میلیارد یورویی صدها ایتالیایی در برابر مجلس نمایندگان تجمع اعتراضی برپا کردند. بسته ریاضتی دولت به هیچ وجه منصفانه نیست و مشکلات معیشتی مردم را بیش از پیش وخیم میکنه. دولت مونتی قصد دارد با اجرای ریاضت‌های اقتصادی در زمینه کاهش هزینه‌های خدمات عمومی و آموزشی، اصلاح نظام مستمری و افزایش مالیات‌ها، بودجه این کشور را تا سال 2013 میلادی به توازن برساند. من با این بسته ریاضتی مخالفم، چرا که بار سنگین آن فقط بر دوش زحمتکشان و کارگران گذاشته شده. تدابیر اقتصادی دولت عادلانه نیست و فقط منافع ثروتمندان در آن لحاظ شده است. با وخیم‌تر شدن بحران مالی ایتالیا، شهروندان ایتالیایی نگران آینده کشورشان هستند. ایتالیا برای نجات خود و خروج از بحران باید از اتحادیه اروپایی خارج بشه. آنتونیو دی پیترو، نماینده مجلس و رئیس حزب ارزش‌های ایتالیا، به شدت به بسته ریاضتی دولت مونتی انتقاد کرد و به آن رأی منفی داد. من برخلاف اکثر نمایندگان پارلمان برای دفاع از اقشار ضعیف جامعه به بسته ریاضتی مونتی رأی منفی دادم. اتحادیه‌های بزرگ کارگری ایتالیا هشدار دادند در صورت ادامه تدابیر سختگیرانه اقتصادی دولت مونتی، جامعه ایتالیا با انفجار اجتماعی روبرو خواهد شد. حمید معصومی نژاد، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مجلس نمایندگان ایتالیا، رام.